در این برنامه سعی داریم که شما رو با نرم افزار استتا آشنا بکنیم به صورت بسیار مقدماتی. انشالله در برنامه های دیگر مدل هایی رو با این نرم افزار تخمین خواهیم زد. این صفحه نرم افزار استتا است. قسمت های مختلفی در این نرم افزار هست به نام فایل، ادیت، دیتا، گرافیک، استاتستیک و غیره و ذالک. تصور بفرمایید که شما دیتای شما به صورت سری زمانی است به این شکل، یعنی در ستون اول year یا به جای year شما میتونید time رو بذارید. time از 1960 شروع میشه و به 2011 ختم میشه. متغیر اول من GDP است، متغیر دوم مخارج دولت، متغیر سوم CON یا مصرف و متغیر چهارم گذاری است. حالا تصور بفرمایید که بخوایم دیتا رو وارد محیط، چطور این کار رو انجام میدیم؟ وارد قسمت ایمپورت میشیم. اکسل اسپردشیت اینجا وجود دارد و تکست دیتا. اگر دیتا شما به صورت اکسل بکنید، اگر دیتا شما به صورت CSV در واقع سیو شده، می توانید از این آیکون استفاده کنید. من دیتا من به صورت اکسل رو انتخاب می کنم. مکان دیتا رو در کامپیوتر مشخص می کنم. همونطور که در اینجا مشاهده می فرمایید دیتای من وارد شد اما نامنظم. اگر بخوام دیتای خودم رو منظم بکنم این گزینه رو انتخاب میکنم. import first row as a variable name، یعنی ردیف اول رو به عنوان نام دیتای خود انتخاب کنم. خب اگر ردیف اول رو انتخاب کنم، الان دیتای من همانند آنچه شد که در فایل اکسل هم داشتم و بعد گزینه اوکی رو انتخاب میکنم. اما برای اینکه بتوانیم مدل های خودمون تخمین بزنیم، باید برای نرم افزار تعریف بکنیم که این دیتای سری زمانی ما آیا به صورت سالیانه است، به صورت فصلی است، یا به صورت ماهیانه، یا به هر شکل دیگه. پس به قسمت استاتستیک مراجعه میکنیم. در قسمت تایم سریز، ستاپ اند یوتیلیتی، نوع دیتای خودمون رو مشخص میکنیم. چون تایم وریبل ما اینجا year است، شما میتونید در فایل اکسل خودتون در این قسمت در واقع تایم بگذارید. من اینجا year رو گذاشتم در واقع. شما میتوانید تایم رو بگذارید. خب تایم وریبل ما سال هست و سال هم شکل دیتا سالیانه است. مثلا اگر اینجا تایم داشتم و شکل دیتای من کوارتلی یا فصلی بود، این آیکون رو انتخاب میکردم. اگر روزانه بود، این آیکون رو انتخاب میکردم. پس تایم وریبل من سال هست، به صورت سالیانه هم در واقع به صورت سالیانه هم نمایش داده میشه و گزینه اوکی رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینیم در صفحه تیتسل سال به صورت سالیانه بیان میشه و از 1960 شروع میشه تا 2011 خط میشه. این گزینه کامنت هم اینجا به این علت هست که اگر شما دستورهای استتا رو بدونید، هیچ لازم نیست که به قسمت استاتستیک، تایم، ستاپ و دیکلیر دیتا ست برید. اگر کامنت استتا رو بلد باشید، فقط کافیه بنویسید تی ست set و دیتا شما اینجا در واقع پدیدار دیسکریپشن یا تشریح دیتا شما در اینجا خدمت شما ارسال مشخص میشه. پس اگر دستورها رو بدونید، احتیاج نیست که از این آیکون‌های بالا استفاده بکنید. خیلی ساده برای اینکه نشونتون بدم چطور میشه تخمین زد، مثلا
قصد ندارم که وارد مدل ها بشم، فقط برای که نشون بدم. اگر توجه کنیم برای تایم سریز ما دو آیکون داریم، تایم سریز و مالتی وریت تایم سریز. فرض بفرمایید که میخواهید وکتور ایرور کورکشن مدل رو تخمین بزنید، متغیرهای وابسته اول و مستقل خودتون انتخاب میکنید و این تخمین رو در واقع انجام میدید. در جلسات آینده دوباره به این نرم افزار رجوع خواهیم کرد و مدل های مختلف مثل ور، وی سی ام، استراکچر ور رو با این نرم افزار تخمین خواهیم زد. امیدوارم روز خوبی داشته باشید، موفق و پیروز باشید.